به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان. من دو جلسه پیش به یک تعریف خیلی محدودی از فلسفه اشاره کردم و گفتم فلسفه به معنای بازشناسی اون منفیتی است که از دلش یک کلی بیرون میاد و این کل هم عرض کردم که کل نمادینه، مثل غرب، نمیدونم اسلام، سوسیالیسم، مارکسیسم، همه کلیت های نمادین با کلیت هایی مثل نمیدونم ساختمان که فیزیکی هن یا هر چیز دیگه ای که مربوط به جهان عینیه ما کار نداریم، بیشتر کلیات نمادین مد نظر اون بود. به این تعریف محدود اشاره کردیم و پیوند این مفهوم محدود در نسبت با روانکاوی و فلسفه مسئله و موضوع بحث ما بود. من مثال ها و نمونه‌های خیلی زیادی را خدمت دوستان اشاره کردم که این مفهوم منفیت را توضیح می‌داد در حوزه سیاسی، در حوزه الهیات، در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی. در جلسه دوم که موضوع بحث من روانکاوی و تاریخ فلسفه بود، اونجا توضیحم این بود که چطور روانکاوی لکان نظریه ای را فراهم میکنه که بر اساس اون نظریه ما میتونیم تاریخ فلسفه را به نحو رتروکتیو، یعنی پساکنشی، رو به عقب بخوانیم و تاریخ فلسفه را از تالس شروع نکنیم، بیایم به این سو یک ماجرای خطی فرض کنیم، افلاطون رو بخونیم، ارسطو رو بخونیم، بیایم دوره مدرن اتفاق از این ور شروع کنیم تاریخ فلسفه رو. و گفتم در میان فیلسوفان افرادی مثل آگامبن، خود بدیو، خود ژیژک که مثلا هگل را لکانی قرائت میکنه و هگل را، کانت را، حتی زوپانچیچ، اینا افرادی هستند که تلاش میکنند از قضا همین جوری فلسفه را فهم کنند، یعنی یک مفهومی از دوره جدید میگیرند و در انطباق با یک نظریه رویکرد و یک مفهومی در یک فیلسوف گذشته اونا مورد بررسی قرار میدن که به نظر من فیلسوفانی که این کار کردن خیلی هم خلاق بودن، هم به مباحث و نکات و مسائل خیلی قابل توجهی رسیدن و کتابهاشون و آثارشون خیلی جالب و جذاب برای فیلسوفان و چیزهای خوبی از توش در اومده. من مثال ها و نمونه های هم عرض کردم که چه مفاهیمی رو میشه این کار کرد. مثلا آگامبن مفهوم قوه و فعل را در ارسطو از همین شکل به همین نوع دوباره بازخوانی کرده. در فرهنگ اسلامی مثال زدم به کارهای محمد عابد الجابری و آرکون که تلاش کردن، مثلا جابری تلاش کرده تفکر تاریخ تفکر اسلامی را بر اساس مفاهیم و نظریات فوکو قرائت بکنه. آرکون بر اساس رویکرد دریدایی تلاش کرده تفکر اسلامی رو خوانش بکنه و این خیلی چیز جالبیه و ما باید به نحو رتروکتیو بتونیم تاریخ فلسفه رو قرائت کنیم. امروز هم باز یه نقطه‌ای میخوام دست بذارم و بر اون پیوندی اشاره کنم که از دل روانکاوی بیرون میاد و میتونه به عنوان یک نگاه فلسفی و یک رویکرد فلسفی تلقی بشه. برای اینکه من برسم به اون نقطه مفهوم نظری در روانکاوی، شاید مالا من شیوم اینه تو تدریس، معمولا مثالهای خیلی مبتذل، نمونهای خیلی مبتذلی، شاید خیلی دم دستی را مطرح میکنم، بعد میرم سراغ اون مفهوم نظری که مطرحه. بنابراین کاری که امروز میخوام پیش ببرم اینه که اول یه مثالهای خدمت شما، نمونهای رو عرض بکنم و بعد برم سراغ اون بیس نظری و تئوری که اون مفهوم در روانکاوی که از قضا میتونه یک رویکرد فلسفی و یک نگرش فلسفی باشه. خب میدونیم ما که رویکرد لکانی در روانکاوی داریم، یکی از چیزهایی که خصیصه ها و ویژگی‌هایی که از این رویکرد لکانی بیرون میام اینه که ما به حوزه نمادین کاملا بدبینیم. حوزه نمادین یعنی همین چیزی که به اسم اخلاق، حقوق، قانون، فرهنگ، زبان، سیاست، حتی تعاملات روزمره، فرهنگ روزمره میشناسیم، کاملا یک فریبه، یک نیرنگه. ما به این بدبینیم، سوء ظن داریم و هیچ وقت بهش نمیتونیم اعتماد کنیم. کلا عرصه نمادین برای ما یک عرصه فریبکاری است. همیشه در یه جایی استادیم که بتونیم فریب
این حوزه نمادین رو چیز کنیم. این حوزه نمادین که میگم شامل اخلاقیات میشه، شامل مناسک دینی، آیین‌های دینی، هر جمع سیاسی، نگرش سیاسی و هر چیزی میشه. این برای ما اینگونه است که فریبه، حوزه نمادین همیشه فریبه. این مفروض اولیتون باشه در نگرش فلسفی به مسائلی که در حوزه نمادین مطرح میشه. میخوام نمونه‌ای خدمت شما عرض بکنم که چطور همیشه حوزه نمادین رو باید به عنوان یک فریب و نیرنگ و در واقع یه نوع جابجایی و یک نوع تغییر موضع باید خوانش کرد. میدونید یکی از مباحثی که ژیژک و هابرماس در غرب با هم چالش دارند و درگیرند نسبت به این مفهوم، مفهوم شبیه سازیه. هابرماس میدونید که میگه که ما نباید شبیه سازی انسان رو انجام بدیم و نباید بشر به این سمت سو بره و انسان رو در آزمایشگاه شبیه سازی بکنه و بخواد انسانی را از یک ژنی نمیدونم تولید بکنه، انسان رو تو آزمایشگاه تکثیر کنه، نمیدونم از این کارا. میگه به جهت این که ما انسان رو تقلیل میدیم به یک ماشین، ابزار و مسئولیت اخلاقی انسان از بین میره، اون جنبه فرهنگی انسان نادیده گرفته میشه و کلا انسان که مقوله دیگه این میشه، انسانی که قرار تو آزمایشگاه تولید بشه و شبیه سازی بشه، این انسان حقیقتا یه چیز دیگه است، انسان نیست دیگه. میگه نبا اصلا بشر نباید به این سمت سو بره. ژیژک در مقابل میگه که میگه این موضوع خیلی محافظه‌کارانه است. میگه شما چرا میخواید جلوی قضیه رو بگیرید؟ اتفاقا کاری که باید شما بکنید تغییر پرسشته. باید مسئله عوض بکنی و سوالت این باشه که اساسا انسان چیه که نتیجهش میشه یه همچین چیزی، و این که انسان میشود شبیه سازی کرد، در آزمایشگاه تولید کرد، چگونه سبب میشه ما تصویر خودمون از انسان در واقع بازبینی کنیم و در همین تصویر خودمون درباره انسان تجدید نظر بکنیم؟ میگم قضیه رو در این که شما یک رویکرد محافظه کارانه داشته باشی و بگی که ما نباید به این سمت بره، دانش به این سمت سو بره، میگی از قضا موضع درستی نسبت به این قضیه نیست. باید شما پرس قادر باشی مسئله تا تغییر بدی، پرسش تا عوض بکنی. این انسان چیه که میتونه در آزمایشگاه هم تولید بشه، میتونه نتیجه تکامل هم باشه، میتونه ناخودآگاهی هم داشته باشه که در واقع انسان مدیریت میکنه امیال انسان و خواسته های انسان، اغراض انسان رو؟ اینکه شما باید در تصویر خودت درباره انسان تجدید نظر کنید. اینه که ما همیشه پرسش هایی که در علوم اجتماعی، روانشناسی، فلسفه مطرح میشه، اولا باید در خودمون پرسش ها به نظر من چیز کنیم، تأمل کنیم. ببین یکی از سوالای کلاسیک در جامعه شناسی اینه: اصالت با فرد یا اصالت با جامعه است؟ یکی از سوالاتی است که خیلی سوال کلاسیکیه تو جامعه شناسی. ادعای نظرشون اینه که اون اصالت با فرده. برخی معتقدن مثل دورکیم که اصالت با جامعه است. جامعه خودش رو ما تحمیل میکنه. جامعه تا خیلی قویه. جامعه بیش از فرده. جامعه یه نوع جبر اجتماعی داریم که انسان رو در واقع به اطاعت خودش وامی داره. باز همینجا آدورنو جمله جالبی داره. میگه اصالت نه فرده نه با جامعه است، اصالت همون موقعیتی است که شما را قادر میکنه بتونی این پرسش را مطرح کنی. میگه اصلا گول نخورید، برید انواع داده ها مطالب جامعه شناسی را جمع کنید که نهایتا به این سوال پاسخ بدید که نه اصالت با فرده، نه اصالت با جامعه است. میگه اینو بذارید کنار، اصالت همون موضعی است، همون جایی است که شما قادر میشی پرسش را مطرح بکنید. اصالت همونه. این وضعیت مدرن که تو دل شما قادر به طرح این پرسشی، اصالت با اونه. اصالت نه با جامعه است نه با چیزه. این نشون میده که ما چطور در مقابل باید این پرسش های فلسفی، در مقابل نفس این سوال ها باید تجدید نظر بکنه و توجه داشته شد که خود سوال ها گمراه کننده است. بزنیم کنار. نمونه دیگه میدونید، خب مارکس کتابی داره سرمایه و تو این کتاب سرمایه میخواد نشون بده که چطور اقتصاد زیربنای خیلی از مسائل فرهنگ مذهب و ایناست. وبر در مقابل کتابی داره اخلاق پروتستان و سرمایه داری
که اونجا نشون میده نه، سرمایه‌داری در قبل از دل پروتستانتیسم بیرون اومد، از نوع نگرشی که این نهله مذهبی به زندگی داره بیرون اومد. شما باز همینجا میتونید به این سوال مشکوک بشید، به این خود نفس این سوال شک کنید که نه اصالت با اقتصاد، نه اصالت با اخلاق. اصالت اتفاق همون وضعیتی است که شما را قادر میکنه مباحث تئوری و نظری در قالب کتاب سرمایه یا در کتاب اخلاق پروتستانتیسم نمیدونم وبر صورت بندی کنی. اصالت همونجاست، هیچ وقت اونا اینا سوالای اصیل تلقی نکنید. این در حوزه نظریه که به هر نفس پرسش های فلسفی اولا بدبی باشید همیشه می تو همه عرصه ها همینه. نمونه های بسیاری وجود داره. تو مسائل خانوادگی من دیدم تو جامعه میگن که طلاق زیاده، بیاید درباره طلاق بحث کنیم، صحبت کنیم که چرا طلاق زیاده، چرا تو جامعه ما طلاق زیاده و این به عنوان آسیب شناخته میشه. به نظر من مسئله طلاق اصلا مهم نیست. مسئله مهم اینه، یعنی سوال واقعی ما باید این باشه، نظم خانواده تو ایران چیه که از دلش طلاق بیرون میاد و منتهی به نتیجهش طلاقه؟ اصلا طلاق مهم نیست. شما اولا باید قادر باشی نظم خانواده رو در ایران تشریح کنی که این خانواده در ایران چیه و چه کارکردهایی داره که یکی از پیامدهاش میتونه طلاق باشه. بنابراین صحبت کردن و گفتگو کردن در باب طلاق انحراف در بحثه، انحراف حقیقتا. ما داریم یه مسیر انحرافی میریم. چون نظم خانواده وقتی جامعه شناسان در جامعه ما قادر نیستن نظم خانواده در اینا تشریح بکنن، درباره اینکه طلاق چیه و چرا در روابط انسانی به همچین نتیجه این منتهی میشه قطعا هیچ پاسخی ندارن و قادر نیستن اساسا تشریح بکنن. نظم خانواده تو ایران چیه حقیقتا؟ نظم خانواده ایرانی خیلی مهمه. به نظر من شما تو خانواده ایرانی ما حاضریم کل جهان رو نابود کنیم ولی درون خانواده ایرانی آباد باشه. غیر از اینه مگه؟ ما حاضریم همه جهان رو نابود کنیم ولی 60 متر خونه‌ای که زندگی می‌کنیم آباد باشه. نظم خانواده ایرانی، تو نظم خانواده ایرانی شوهر ادامه پدره. شوهر یعنی از منظر همسر پدر استمرار پیدا کرده، تداوم پیدا کرده در نقش شوهر. این مؤلفه ها رو وقتی شما قادر بودید استخراج کنید در بیاری میتونید نظم خانواده ایرانی تشریح بکنید و بگید حالا چرا طلاق از این بود. اون معلومه این وضع خانواده‌ای که کاملا یه نگرش سنتی داره تو وضعیت مدرن یه ناسازگاری داره که پیامدهای زیادی برای جامعه داره و برای افرادی که در این بستر زیست میکنن. مثالای خیلی متنوع میشه زد و تو حوزه‌های مختلف. میدونید یکی از بحثایی که تو جامعه ما میشه درباره کار، وضعیت کار تو ایرانه و اینکه ما ایرانی ها از زیر کار در میریم، اینکه وجدان کاری نداریم و دوست نداریم کار کنیم، اصلا تو موقعیت های کاری را تباه میکنیم، کار نمیکنیم. چرا؟ میرم تو عوامل موثری که آقا دستمزد خوب نیست، نمیدونم حقوق کارگر ال نمیدونم اینا. ولی حقیقت کار رو تو ایران ببینید، ما تو ایران وقتی بیکاریم مطمئن نیستیم بیکاریم، دنبال کار میگردیم تا همچنان مطمئن باشیم بیکار خواهیم بود. یعنی کار تعریفش در ایران کاملا عوض شده. در ایران کار یعنی اطمینان از بیکاری، اصلا هیچ معنای دیگه نداره. ما تا وقتی بیکاریم مطمئن نیستیم که بیکاریم. وقتی یه کارمند شدیم یه جای شغل به دست آوردیم میتونیم مطمئن باشیم دیگه کار نخواهیم کرد و همینجوری ماهیانه میتونیم دستمزد بگیریم. این تعریف کار تو ایرانه. همچنان چرا ما تو ایران خیلی دروغ داریم؟ دروغ از کجا ناشی میشه؟ آیا دروغ یک فضیلت، یک رذیلت فردیه؟ یعنی یه رذیلتی است که افراد دارن، برخی دروغ میگن برخی صادقن؟ نه، بازم وضعیت قصه این نیست. در جامعه ما اساسا زبان کار کرده خودش را از دست داده. زبان قادر به بازنمایی واقعیت نیست. زبان در جامعه ما فرصت فرار از مسئولیت هاست، جایی که ما میتونیم از مسئولیت هامون بگریزیم.
بخاطر همین اصلا کار کرده زبان تغییر کرده. زبان دیگه به معنای بازنمایی واقعیت ها و بازگویی چیزی که در واقعیت بیرونی جریان داره نیست. زبان کارکردش کاملا متغیره، یه چیز دیگه است. این نمونه دیگه از این ماجرا است که چطور ما باید به همیشه به حوزه نمادین تردید داشته باشیم. میدونید این مصاحبه هایی که میکنن از توریست هایی که میان ایران که شما ایران رو چطور دیدید، اینا میگن که او همه مهمان نوازن تو این جامعه، همه تحویل میگیرن، همه خوش اخلاقن، همه خوبن. ولی حقیقتا میدونیم ما اینجوری نیستیم با هم، یعنی با هم همچین تعاملی نداریم. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ لکان میگفت که در بحث قربانی یه مفهومی رو تعریف میکرد، میگفت وقتی شما قربانی میکنید چه کار دارید میکنید؟ ببینید ما قربانی همین کاری که ما تو جامعهمون رسم عید قربانو و قربانی میکنیم. ما وقتی قربانی میکنیم خب در پایین ترین سطح، در اون سطحی که خیلی همه میفهمن، یه کار مبادله ای داریم میکنیم، یعنی یه چیزی داریم میدیم در مقابلش از خداوند یه چیز بگیریم. درسته؟ قربانی یه مبادله نمادینه، ولی در سطح زیرینش یه اتفاق دیگه است. ما قربانی میکنیم تا بیکفایت بودن خدا رو بپوشونیم، تا نشون بدیم او بیکفایت نیست. ما همیشه قربانی کردن به معنای اینه که در واقع نقصان عمل او رو نادیده بگیریم، یه جوری جبرانی باشه برای چیزو، زشتی آنچه که هست رو نادیده بگیریم. اون شکاف با قول لکان، شکاف در دیگری، قربانی برای پر کردن شکاف در دیگریه. اون دیگری کامله، اون دیگری تمامه، اون دیگری بسنده است. ما با قربانی میخواهیم نشون بدیم که او یه امر توپاره، او شکاف خورده نیست، او ترک خورده نیست، هیچ کاسبی در اون نیست. یعنی جبران نقص در دیگریه، نادیده گرفتن اون ضعف در دیگریست. میخواهیم نشون بدیم اون مختدر است. در سطح زیری ما قربانی در واقع به این معناست. اینجایی هم که وقتی تو جامعه ما مصاحبه میگن که مردم اینجا، آره مردم ما با توریستا و مهمانان خارجی خیلی خوش برخوردن، ولی چرا ما این کارو میکنیم؟ به خاطر این که نشون بدیم جامعه ما بد نیست، زشتی در این جامعه را پنهان کنیم، اجازه ندیم زشتی در این جامعه آشکار بشه. اتفاقا خیلی عمل ریاکارانه است این کاری که ما میکنیم. ما نمیخوایم پلیدی ها، زشتی ها، نقصان هایی که در این جامعه هست آشکار بشه و رو بشه، پنهانش میکنیم. جالبه وقتی تو تلویزیون نشون میده که یه خانواده فقیری زیر مثلا پل فلان پل خوابیدند و شب و روز اونجا دارن زندگی میکنن، وقتی این گزارش پخش میشه میدون که سیاسیون، نمیدونم ورزشکارا، هنرمندا حاضرن همه کمک بکنن، ولی اگر یکی از اینا به شخص اطلاع پیدا میکرد حاضر نبود کمک کنه. غیر از اینی مگه؟ چون بالاخره هر سیاستمدار یا هر هنرمندی توی نزدیک که خودش افراد بی‌بضاعتی هستن که بخواد کمک کنه، ولی کمک نمیکنه. چرا وقتی میاد در سطح حوزه عمومی مطرح میشه همه حاضرن کمک کنن؟ میبینی که توی حسابی وقتی معرفی میشه چندین میلیارد تومان توی حساب پول وارد میشه، ولی مردم حاضر نیستن خودشون مستقیم. اینجا قصه همینه. ما میخوام یک پلیدی، یک زشتی، یک کاستی در یک جامعه را سرپوش بذاریم، پنهان کنیم. گویا دیگری رسوا شده. وقتی در تلویزیون اعلام میشه که یه خانواده فقیرن، گویا جامعه رسوا شده، حوزه نمادین اون دیگری رسوا شده. ما میخوام این رسوا بودگی دیگری را در واقع یه جوری ماسمالی کنیم، بریم یه جورایی نادیدهش بگیریم. این فریبه. توی فضای مجازی دیدید مواردی که تا یه زلزله میشه، یه هواپیمای سقوط میکنه، نمیدونم یه اتفاق میفته، همه تسلیت، همه نمیدونم گلایه، همه انتقاد، همه اینا رو به عنوانش فریب همیشه چیز کنیم. اینها این نوع عکس العمل ها اتفاقا از اون عکس العمل هایی است که ما میخوایم آسیب و ماجرا رو نادیده بگیریم، سریع ازش بگذریم. وقتی یه هنرمند، یه چی بگم، یه سیاست مداری، نمیدونم یک ورزشکاری، یک چهره روشنفکری میاد یه پیامی میذاره، تسلیت میگه، نمیدونم گلایه میکنه، انتقاد میکنه، همه اینا رو بشود بذاره کنار، اینا همش فریبه.
از دل همین عکس‌العمل‌ها هیچ وقت در جامعه ما تغییر بیرون نمیاد به هیچ وجه. اینا برای خونسا کردن اثر همون آسیبه، همون ماجرای تروماتیکی که تو جامعه ما اتفاق داده. اینه که ژیژک جمله جالبی داره، میگه امروزه تهدید تو انفعال نیست، تو همین فعالیت کاذب ما آدم هاست. ما میخوایم فعالیت بکنیم، خیلی درست کنیم، به زلزله زدگان چیز کنیم، نمیدونم با آدم ها، به کودکان بی سرپرست. میگه این نوع فعالیت اتفاقا یک فعالیت کاذبه، دروغینه، باورش نکنیم. جامعه ما بسیار کثیف‌تر از این حرفاست که بخوایم بگیم که در واقع یک همچین کمک‌های انسان دوستانه ازش بیرون میاد. نه، باور نکنید. اینها همون نوع عکس‌العمل‌هایی است که اتفاقا باعث میشه ما سریع از یه قصه بگذریم، از یه ماجرایی صرف نظر کنیم. بله، چند تا هنرمند تصدیق گفتن اینا. وقتی من این خبرها رو میشنوم میگم خب آدمایی هستن که به این ماجراها هم توجه میکنن، لازم نیست من خیلی اعتنا کنم، لازم نیست من کاری بکنم، جامعه داره اون دیگری حواسش هست. فضای مجازی برای ما این قصهش اینه که وانمود میکنه افراد حواسشون هست، مواظبن، مواظبت میکنن، اگر کسی دزدی بکنه افشاش میکنن، اگر کسی کاری بکنه مچش هم میگیرن. نه، اینا برای بی اثر کردن همون ماجراست. ما نباید باورون بشه. اینه که حوزه نمادین همیشه فریده. یه جمله جالبی داره جایی، میگه چگونه آنان که گول نمیخورن به خطا میرن. خب ما باید همیشه در این مواضع برداشتون فهم باشه اینا یه فریده. مثال های بسیاری وجود داره تو این زمینه، اگه بخوام بستش بدم حالا یکی دو موردم اشاره کنم برم سر اصل تئوری قضیه که کجای روانکاوی لکان این در میاد. خب میدونید وقتی یا آقای میره سراغ یه خانومی و میخواد یه رابطه ای را شکل بده، آقاست که خانوم رو اغوا میکنه یا خانومه که آقا رو اغوا میکنه؟ معمولا خب فهم اینه که آقای میره شروع میکنه یه حرفی کلامی رابطه ای را شکل میده، او رو اغوا میکنه و توی ماجرایی میاندازه. بعضی ممکنه بگن نه، اغواگری از ناشی از زنه، ممکن اون زنه یک کاری بکنه که مرد رو جذبش بکنه و اغواگری ناشی از عمل زن. ولی من میگم که اغواگری نه از عمل مرد ناشی میشه و نه از عمل زن، بلکه اغواگری نتیجه یک موقعیت. سالا پیش یه فیلمی پخش شد از یه دانشگاه زنجان که یه آقای استاد دانشگاه یه خانمی رو توی آسانسور گرفته به زور آغوشش. ببینید این اغواگری مال خود آسانسوره. وقتی آسانسور شما خلوت میکنید، این شما رو اغوا میکنه، به اینکه کسی نمیبینه، دیگری وجود نداره، دیگری ناظر نیست، او وجود نداره. خب این موقعیت که به شما یک اطمینان خاطری میده که کسی حواسش نیست، اغوا ناشی از همین موقعیته. کلاس، مطب، تاکسی، آسانسور، اینا موقعیت های اغواگری در فضای شهری هست. ما همیشه توی این موقعیت ها اغوا میشیم. این اغواگری ناشی از خود موقعیت هست، نه جای دیگه، از جای دیگه نمیاد. خود موقعیت این اطمینان به شما میده که شما میتونید در واقع هر کاری خواستی بکنید. بنابراین ما با روی کرده لکانی حوزه نمادی رو همیشه یک حوزه فریب میشناسیم. حوزه نیرنگ، حوزه توته هاست، حوزه دسیس هاست، حوزه جا به جا شدگی مفاهیمه، حوزه ایست که حقایق دگرگون میشه و اونجور که هست حقیقتا نمایش داده نمیشه. اون من مثالی میزنم خدمت دوستان که دو تا نقاشی بودن در یونان باستان که هر دو تلاش کردن یه رقابتی بکنن بر سر مهارتشون در حوزه نقاشی. پارهاسیوس فکر میکنم اسمی که نقاشان بود، نقاشی چند تا میبر نقاشی کرد. انقدر این واقعی بود، انقدر حقیقی بود که پرنده آمدن نک زدن که از این میوه ها بخورن.
که تلاش کردن از این میوه بخورن، انقدر این واقعی نقاشی کرده بود. نقاش دوم پرده ای را نقاشی کرد که خیلی در واقع همسان پرده حقیقی. پاراسیوس وقتی اومد گفت پرده را بزن کنار من ببینم چی کشیدی. خب پرده را بزن کنار ببینم چی کشیدی، این توهم اینه که همیشه پشت نقاب یه حقیقتیست، پشت نقاب یه حقیقتیست، ولی فی‌الواقع از منظر لکان نقاب خودش حقیقته، پشت نقاب چی نیست. یعنی اون توهمش این بود که این نقاب، این پرده حقیقت است، یعنی یه چیزی واقعی است، پرده است و پشت اون نقاشی وجود داره، ولی فی‌الواقع خود این نقابه رو باید چیز کنیم. ما تو حوزه نمادین وقتی میگیم که فریبه، به این معنی نیست که اینو بذارید کنار اون لایه زیرینش ببینید چیه، نه، یعنی معطوف به همین نقاب باشید، معطوف به همین حوزه نمادین باشید، به همین پرده. ببینید که این چطور شما را متوهم میکنه که زیر این پرده یه حقیقت خیلی عجیبی نهفته است. نه، زیر پرده هیچ چی نیست. این خانمایی که محجب هستن، چادر دارن، همیشه توهمشون برای ما اینه که زیر این چادر چیه، ولی زیر چادر هیچ چی نیست. خود چادره در واقع، خود همین پوشیه، همین نقابه مهمه. اصلا ایدئولوژی در همین نقابه است. اون چیه؟ متریاله. زیرش چی نیست؟ متریاله، جسم. اینه که ما وقتی میگیم حوزه نمادین فریب است، نه به معنای عرفانی اینا، نه سراغ این که بالاخره چه سری، چه رمز و رازی، چه چیز معنای عمیقی، نه، معنای عمیقی نیست. در همین سطح بمانید. پیچیدگی تو خود سطحه، نه در عمق. پیچیدگی در عمق نیست، در همین سطح جریان داره. این موضع فلسفی به نظر من در خیلی از مسائل سیاسی، تحلیل‌های فرهنگی، تو هنر خیلی مهمه. این که ما حوزه نمادین رو همیشه به عنوان یک فریب شناسایی کنیم و گول در واقع اون چیزی که در مواجهه اولیه‌مون در حوزه نمادین باش برخورد داریم نخوریم. ولی این از کجای روانکاوی در میاد؟ خب می‌دونیم این در واقع ریشه در اون بحث‌های فرویدی و لکانی داره که سوسور ابتداعاً در زبانشناسی میگفت که ما در زبان یه لانگ داریم که نظام زبانه. هر زبانی یک نظام داره که اصطلاحاً سوسور میگه بهش لانگ، یه ساختار داره. و همچنین در زبان شما قادر به گفتارید، در زبان انگلیسی، در زبان فارسی، عربی، ترکی شما قادر به گفتار هستید که پارول میگفت اصطلاح سوسور. همین جملاتی که از دهان من بیرون میاد اینا گفتارن، درون یعنی ساختار نظام زبان فارسی در اتفاق میفته، اینا پاروله. سوسور وقتی میخواد زبان رو مطالعه کنه به پارول توجهی نداشت، به گفتاران، به نظام و ساختاری که در زبان وجود داره توجه داشت. خب میدونی ساختارگرایی در غرب ریشه در بحثای سوسور هم داره دیگه. ساختارگرایان در واقع بحثاشون ناشی از بحثای زبانشناختی است که سوسور مطرح کرده. سوسور میگفت که در زبان، نظام زبان چیزی به اسم لانگ میگفت، میگفت که ما یه دال داریم، یه مدلول داریم. یه دال داریم یعنی چینش دال هاست، نظام زبانی، ساختار زبانی چینش دال هاست، و این دال هاست که در پیوند با هم دیگه در قالب یک ساختار نحوی در واقع میتونن افاده معنا بکنن، یه معنایی داشته باشن. این چیزی که به اسم ساختار و نظام زبان مطرح میکرد سوسور، میگفت که اگر شما تک واژه ها را لحاظ بکنید هیچ معنایی ندارن. شما در واقع تصور نکنید وقتی من میگم کتاب برای شما معنا داره، چون شما وقتی من میگم واژه کتاب شما میبرید تو ساختار ذهنی خودتون که زبان فارسیه. در واقع میگفت فکر کنید هیچ تک واژه‌ای در زبان معنا نداره، هیچ جمله‌ای هم معنا نداره. زبان یک نظامه، یک بافته، یک ساختار از دال هاست. ما در زبان یه دال داریم، یه مدلول داریم. دال را شما به مثابه همین چیزایی که نوشته میشه، گفته میشه، الفاظ، واژه، کتاب، میز، موبایل، نمیدونم انسان، خدا، همه اینا واژه‌هایی هستن که
بر یه مدلولی دلالت دارن و این مدلول همون معانی هستن. پس ما یه دال داریم به اسم واژه که نوشته میشن، گفته میشن، یه مدلول داریم همون معانی ذهنی هم، یک چی هم داریم؟ مصادیق داریم. ما در جهان خارج اینا مصادیق، مصداق موبایل، این مصداق خودکار، مصداق لیوان، مصادیق هم. زبان شناسی سوسو اصلا کاری به مصادیق نداره، معطوف به مطالعه نظام و ساختار زبان. و اینکه از منظر سوسور واژه ها به واقعیت ها ارجاع نمیدن. شما وقتی میگی خودکار، به این خودکار ارجاع نمیده، یعنی واژه خودکار به این خودکار ارجاع نمیده، بلکه برای یک معنای ذهنی ارجاع میده. هرچند اون معنای ذهنی ما رو معطوف میکنه به جهان، به جهان بیرونی، ولی اساسا زبان یه چیزی معطوف به خوده، یه چیز در خود بسنده است، فرو رفته در خوده، معطوف به خوده، متوجه خودشه، بیرون ارجاعی نداره. بلکه این معانی است که ما واسطه آگاهی ما از این معانی ما معطوف به جهان هم میشیم، ولی فی نفس زبان به واقعیت بیرونی ارجاع نمیده، بلکه به یه دالی ارجاع میده. وقتی من میگم کتاب، این واژه کتاب ارجاع میده به یه واژه دیگه، واژه دوم ارجاع میده به یه واژه سوم. همینجوری ما یه زنجیره دالها داریم، این جایی به پایان نمیرسه، خاتمه پیدا نمیکنه. اینه که هم سوسور میگفت هم به تبع اولکان میگفت که معنا در زبان قطعیت نداره، حتمیت نداره، اون چی که میخوایم بگیم نهایتا نمیتونیم بگیم، همیشه معنای امر معلقه، غیر قطعیت پیدا کرده است، قطعیتی نداره معنا. چون شما ببینید، فرض کنید که توی دیکشنری میخواد واژه بوک را بدونید چیه، خب این بوک توی دیکشنری تک زبانه با یه سری جملات تعریف شده، اما مجموعه از جلد و کاغذ اینا، شما واژه اون معانی هم نمیدونید، دوباره میرید اون معانی، همینجوری به کل دیکشنری مجبورید سرک بکشید، در حالی که به پایان نمیرسه، باز دوباره این ارجاع را به واژه دیگه ارجاع بدید. همینجوری اینه که زبان مجموعه و نظامی از دالهاست که بر اساس یک دالی به یه دال دیگه ارجاع میده، چیزی به اسم معنا داریم. خاطر همینه که معنا از منظر سوسور یه امر سلبی، یه امر سلبی، برخلاف چیزی که در سنت ما هست. این سنت ما که هم در واقع ادبا و چیزی به اسم اصولیون بحث کردن، اینا میگفتن که معنای امر ایجابی است. گفتن شما وقتی میگیم مثلا خودکار، یه حقیقتی بیرونی به اسم خودکار داریم، این خودکار هم ارجاع میده به این. به از منظر سوسور نه، خودکار به این ارجاع نمیده، بلکه به یه دال دیگه ارجاع میده که معنای سلبیه. ما وقتی میگیم کتاب خودکار، یعنی چیزی که میز نیست، کتاب نیست، خدا نیست، انسان نیست، هزار تا چیز دیگه. بنابراین معنا از منظر زبانشناسی سوسور کاملا یه امر سلبی است، افتراقی است اصطلاحا، در تفاوت با واژه‌های دیگه، دال‌های دیگه این معناش آشکار میشه. وقتی معناش آشکار میشه قطعیت پیدا نمی‌کنه. معنا به پایان نمی‌رسه، اظهار نمیشه. همیشه در شرف گفته شدن معنا. معنا در شرف اظهاره، ولی به واقعا حقیقتاً به معنای واقعی کلمه بیان و اظهار نمیشه. اینه که در زبانشناسی سوسور معنا رو باید یه امر سلبی و افتراقی فهمید. پس ما مجموعی از دالها داریم. البته سوسور با لکان یه فرقی داره. وقتی سوسور توی زبانشناسی میگه ما نظامی از دالها و مدلولها داریم، مدلول را کنار نمیذاره، نقش مدلول را حذف نمیکنه، ولی لکان میگه اساسا اولویت با مدلول نیست، بلکه اولویت با چیه؟ با داله. اولویت با چیه؟ دال. اساسا چیزی به اسم مدلول نداریم، زبان یعنی همون دالها. این خیلی جای تعجب داره که کاملا مثل اون چیزی که کوان در فلسفه تحلیلی میگه اصلا نقش معنا رو کلا بذارید کنار، میگه معنا رو کلا بی خیال معنا، میگه این که فرگه نمیدونم ویتگنشتاین این بحثا رو مطرح کردن که نهایتا معنا چیست، کوان میگه معنا رو کلا بذارید کنار، میگه زبان یه رفتاره، اصلا شکل ارجاع نداره، زبان واژه‌ها به چیزی ارجاع نمیدن، یه شکلی از رفتاره. بحث کوهن اینه که
شما دیدید این بچه ها وقتی یه رنگ قرمزی نوزادی نشونیش میدید چشاش تکون میخوره؟ و این نوع عکس العملی که کودک و نوزاد به رنگ ها نشون میده، میگه زبانم همین نوع عکس العمل در یه سطح خیلی پیچیده تر، در سطح خیلی پیچیده تر ما همچین رفتارهایی را از خودمون دید. میگه زبانم یه نوع واکنش نسبت به امور بیرونی است و به شأن ارجاعی نداره. این چیزیست که کوهن میگه. الان ما کاری داریم در واقع دیگه کوهن میگلته تو حوضه رفتارگرایی در این مباحث. ولی لکان وقتی زبانشناسی سوسو رو میگیره، نقش مدلولان رو حذف میکنه، در واقع چیزی میمونه به اسم دالان. لکان یه سمیناری داشت درباره نامه روبوده شده ادگار آلن پو. یکی از داستانهای ادگار آلن پو نامه روبوده شده است. لکان در این سمیناری که مربوط به این داستانه توضیح میده که چطور مدلول مهم نیست و همیشه دالها مهمن. در این داستان آلن پو، خب میدونید این داستان درباره کارگاهی است به اسم دوپن که کارگاه زبردستی است، مثل نظیر چیزایی که مثل شرلوک هولمز و نمیدونم پارو و اینا ما شنیدیم. در این داستان ملکه یه نامه میخونه، در حال خواندن یه نامه است که شاه وارد در واقع اتاقی میشه که ملکه است. ملکه چون نامه در متن نامه چیزی بوده که نمیخواسته شاه مطلع بشه، دست پاچه میشه، نمیتونه نامه را قایم کنه، برمیگرده و میذاره رو میز برای اینکه شاه چی نشه، مطلع نشه که محتوای نامه چیز. گویا در نامه چیزی است که اگر شاه مطلع بشه به ضرر ملکه است. در این این اینکه همچین اتفاقی داره میفته، وزیر وارد این اتاق میشه، میخواد یه گزارشی بده، اون گزارشش رو میده، بعد میفهمه که این ملکه دستپاچه است و چیزی که در این نامه نوشته شده اگر شاه مطلع بشه به ضرر ملکه است و ملکه نمیخواد که شاه از اون محتوای نامه آگاهی داشته باشه. وزیر در اینجا با رندی یه نامه مشابهی میذاره رو میز برعکس و نامه ملکه رو برمیداره، نامه ملکه رو برمیداره، ولی ملکه نمیتونه حرفی بزنه. چرا نباید حرف بزنه؟ اون همیشه یه بحثی جالبی داره لکان که میگه دیگری باید در جهالت خودش بمونه، اون دیگری نباید مطلع بشه. ما همیشه کارهایی میکنیم جایی که اون دیگری باید در جایگاه بلاحتوار خودش، در جایگاه بی اطلاعی خودش بمونه. اینجا شان در واقع ملکه نمیتونه بگه که تو چرا نامه رو برمیداری، نمیتونه، سکوت میکنه و وزیر با رندی اون نامه رو برمیداره و نامه خودش رو میذاره اونجا و میره. ملکه میدونه دزد کیه، میره پلیسی را استخدام میکنه که این نامه رو از وزیر پس بگیره. پلیسا میگردن و نهایتا نمیتونن نامه رو پیدا کنن. پلیس میره پیش کارگاه به اسم دوپن و از اون میخواد که این نامه رو پیدا کنه. توضیح میده که من بختیانه رفتیم اتاق خونه وزیر را گشتیم و این نامه رو پیدا نکردیم، همه جا را زیر رو کردیم، نامه نیست، اگر تو میتونی کمک کن. این دوپن که کارگاه است که همون سوژه است که میداند از منظر لکان، تعریف لکان، سوژه است که قرار بداند، نهایتا نامه رو پیدا میکنه، میره پیش در واقع جایی که وزیر خونه‌اش زندگی میکنه، با یه بهانه میره خونه اون و حد میزنه که اگر این وزیر این نامه را چرا وزیر میخواد؟ وزیر نامه را میخواد تا همیشه ملکه را تهدید بکنه و امتیاز بگیره، یعنی به جهت این که او را تهدید بکنه و از او امتیاز بگیره نامه را پیش خودش نگه داشته. دو پن میره خونه وزیر و حدسش اینه که اینا نباید بیرون از خونه وارد باشه، نه جای قایم کرده باشه، احتمال نامه خونه است و اینا جایی گذاشته که خیلی جای آشکاریه، ولی این کار پلیس اینا چون فکر نمی‌کنه خیلی مخفی کرده، میرن سراغ سنبای خونه رو می‌گردن، در حالی که نه، احتمال این همچین جای خیلی آشکاری گذاشته که آدم حدس نمیزنه. بعضی وقتا خیلی دم دسته و ما فکرمون نمیره که اونجاست، میفهمه چیزی های آویزونه روی شونه و چند تا نمیدونم کارت و کاغذ و این هاست، یه کاغذ مشاله شده هم هست، یه حد میزنه اونه.
نهایتا وزیر وقتی حد میزنه که نامه اونجاست میاد بیرون، فرداش دوباره میره خونه چیز کارگاه، میره خونه وزیر و به یکی میگه تفنگی رو بیرون از خونه شلیک کن. وقتی این صدای میاد وزیر میره دم پنجره که ببینه ماجرا چیست، این کارگاه نامه رو جابجا میکنه، یه نامه قلابی مچاله شده میذاره و نامه رو برمیداره و میاد نامه رو میده به اون رئیس پلیس و رئیس پلیس هم میبره میده ملکه. این مال ادگار آلن پی که نویسنده است، مال قرن 19 هم آمریکایی است. این داستان است گفته، ولی لکان استفاده جالبی از این داستان میکنه. میگه ببین وقتی این داستان تعریف میشه، اصلا محتوای تو این داستان به هیچ وجه به محتوای داستان، محتوای نامه اشاره نمیشه. به محتوای نامه هیچ اشاره نمیشه. که محتوای نامه بالاخره چی؟ مهم نیست. گفته نمیشه. یه نامه است. از منظر لکان این نامه یه داله. داله که هیچ معنایی نداره. داله که هیچ مفهومی نداره. اصلا مفهومش مهم نیست. موقعیت شاه، شاه همون سوژه از منظر لکان خیلی توضیحات خیلی جالب اینجا داده. گفته که شاه اینجا با اون بلاهتش که اونجا نشست و از هیچی اطلاع نداره، همون امر واقعی است. همون امر واقعی است که من یه جلساتی توضیح دادم. امر واقعی لکانی. این زن که فکر میکنه فقط خودش مطلع از این نامه هست، فقط خودش مفهوم نامه رو میدونه، همون سوژه خیالی است که خودشیفته است. و این وزیر که تو اون جلسه میدونه قصه چیه و رندی میخواد این نامه رو از چنگ ملکه در بیاره، همون سوژه امر نمادینه، سوژه امر نمادین لکان. پس ما همینجا امر خیالی داریم، هم امر واقعی داریم، هم امر نمادین. لکان میگه ببینید اینجا اون چیزی که مهمه مفهوم نامه نیست، بلکه موقعیت آدم ها در یک نسبت فرمال و صوری با این نامه تعریف میشه، نه در نسبت با مضمون نامه. اصلا مهم نیست کی میدونه مضمون نامه را و کی نمیدونه، مهم اینه که نامه فعلا دست کیه، این نامه دست چه کسیه. در نسبت با اینکه این نامه دست کیه موقعیت سوژه تعریف میشه، نه در نسبت با مضمون و محتوای نامه. میگه دقیقا ما در زبان همین کار را میکنیم، ما دالها را رد و بدل میکنیم. شما به کسی میگی رئیس، نمیدونم آقا، استاد، شاگرد، معلم، همکار، همسر، همین کاری که ما در تعاملات روزمره میکنیم رد و بدل کردن همین دالا، اصلا مدلولش مهم نیست، مدلولش اهمیتی نداره. و بر اساس همین دالا هست که موقعیت سوژه ها چی میشه؟ ساخته میشه. ببینید وقتی که زمان نمیدونم قجر میگفتن، به زن میگفتن چی؟ ضعیفه. زمان رضاخان به زن میگفتن مادام. و الان یه زمان دوره دهه 60 میگفتن هاش خانوم. این دالها بودن که جایگاه زن را تعیین میکردن. یعنی میگفتن شأن اجتماعی او چیه، پرسپکتیو اجتماعی، اون منچشمنداز اجتماعی که داریم از اون جایگاه به زنها نگاه میکنیم چیه. آیا ما میخوایم زن، وقتی میگفتیم ضعیفه یعنی چی؟ یعنی موجودی است که باید ضعیف است و باید قابل ترحم است. مادام وقتی میگفتیم نه، میخواستیم از روی موجود مترقی ساخت بسازیم. وقتی در اول انقلاب میگفتیم حاج خانوم، میخواستیم از روی یک مؤمن معنوی یه نگاه پرسپکتیو دینی داشتیم نسبت به او. اینجاست که دالها از منظر لکان اهمیت پیدا میکنه و مدلول خیلی مهم نیست. ما در نسبت با همین دالهاست که جایگاه افراد رو تعیین میکنیم و موقعیت افراد رو چیز میکنیم. اینه که لکان وقتی زبانشناسی سوسور را به کار میگیره، نقش مدلول را خیلی نقش ضعیفی در نظر میگیره و دال مهمه و سوژه ها در نسبت با این دالها ساخته میشن. در نسبت با چی ساخته میشن؟ در نسبت با این دالها و الفاظ و واژگان زبانی و نشانه، امور نشانی. یعنی چی؟ نمیتونیم یه واژه کلی بگیم در مورد. اگر دالها خیلی مهم بگیم، یه سری در همون شخصیت زن و مرد تو جامعه هستن
که حالا میگن مادام برای چند دوباره همون نگاه ضعیفه را دارن بهش، یا مثلا میگن حاج خانم ولی دوباره نگاه ضعیفه را دارن، و افراد مختلف جامعه بر اساس طبقه اجتماعیشون باز هم امکان داره در همون موقعیت همون اسم و همون دالی را که میخوان بگن متغیر باشه. کاملا درسته. آره، یعنی زبان یک نظام بسته نیست، یک ساختار بسته نیست. هم به لحاظ فرهنگی زبان تغییر میکنه جایگاهش. یعنی مثلا اون دال و مدلول اون سوسو بود که گفتی، دال و مدلول بله بله. و هم دیگه رفتون میتونه نظریهش محکمتر و باثباتتر از این مکان باشه که فقط یه دال بیشتر تمرکز میکنه. نه، این نتیجه نگیریم. این که دالها یک بقایایی از مزامین گذشته در درون خودشون حفظ میکنن، این درسته. این همون چیزیست که الان میخوام در واقع بهش برسم. فروید اونا در با مفهوم ادغام و جابجایی مطرح میکرد، یاکوبسن اونا به عنوان حتی در خود سوسور به عنوان جانشینی و همنشینی مطرح میکرد. و حالا اینا کلمات رو توضیح میدم، خیلی نگران نشید که چه واژه‌ای داره به کار میبره. و توی زبان شناسی مثلا به اینا استعاره و مجاز مرسل هم گفته میشه. خب این جا به جایی هست که ما را به خطا میاندازه، و من گفتم که حوزه نمادین فریبه، یعنی همش جا به جایی است، جا به جایی دال هاست. تیلی این اسکی داره نیست دوباره همین حوزه نمادین در سرهنگ و مذهب و اون آداب و رسوم و بله بله که میدونم چیزی بود که شما گفتید در رابطه با قربانی کردن و اینها، از در افراد کاملا متفاوته. مثلا شما این کنده در همون قضیه یه زلزله که فرمودید، یا در قضایای مختلفی مثل اون فقرا، امکان داره که دو مرتبه وقتی که ما نگاه میکنیم این اتفاق یه ایده از حتی فقیران جامعه را به این فکر بندازه که حتی مثلا زندگی خودش یه چیزی کم تری بیشتر بکنه و اون زلزله زده کمک بکنه که ما داشتیم تو فرهنگ ایرانی خودمون. درسته مثلا هنرمندا میان و یا هنرپیشه ها سیاست چه نتیجه از این میخواد بگیم؟ میخوام بگم نمیتونیم، این نسبیه دوباره، این چیزی نه نسبیه به من قبول دارم نسبیه، میگه فریبه. یا مثلا تو جامعه ما نگاه میکنم ببینم که این اتفاق خیلی افتاده، حالا یا از اون طرف خیلی میخوان این قضیه را ایرانی ها را از طریق رسانه مثلا جمهوری اسلامی بخواد خیلی خوب نشون بده، به قول شما میاد اون توریست داره میاره میگه مردم چه جوری بودن، اینم حرکت کرده مثلا شما دو جنوبه ایران شهر و غرب و رفت دیده دیگه خیلی مهمان نوازان خوبم فلان. این در وجود ایرانی ها هست، مهمان نوازی یا مثلا قضا دادن و کمک کردن به یک غریبه، این که هست، ولی این از کجا ناشی میشه؟ نه حالا اینو میخوام بگم، میخوام بگم که در یک از اون طرف هم وارونش هم هست که مثلا یه ادعایی میان در شبکه های مجازی که یه سری خودشون هم روشن فکر میدونن و هستن جزو مثلا طبقه، نه این به قول معروف میاد میگه ایرانی ها فریبکارن، نمیدونم اینا تظاهره، اینا ریاکاریه، و به این شکل میخواد نشون بده که اینها این خود فرهنگ ها و این مسائل اون چیزی نیست که ببین من قبول دارم که ما اینا نسبیست، ولی مختص جامعه ما نیست. وقتی ما میگیم که حوزه نمادینی فریبه، این مختص میتونه همه جوامع باشه، این حوزه نمادین در هر جامعه‌ای فریبه. میدونید در قبل یه دوره مادر ترزا رو مطرح کردم، مادر ترزا یه قدیسه بود که میرفت تو هند و کمک های انسان دوستانه جمع میکرد و به هندی ها کمک میکرد. خب قبل اینا خیلی جای تلویزیونشون نشون میدادن، خیلی مطرح میکردن، رسانه میکردن، ولی میدونید همینه میگه فریبی بود، یعنی تو خود غرب هم این فریبی بود. یعنی در اون جامعه غربی که همه معطوف به دنیا بودن، با احساس اینکه یکی هست که به اون پول میده و اون میبره و فقرا میده، خودشون را آسوده کرده بودن. گویا غرب میگفت که حالا که ما شما را معطوف غرق در دنیا کردیم، اتفاقا یه فرصت هایی را برای شما پیش بینی کردیم که میتونه آدم های خیلی معنوی و خیری باشید. خب اونجا هم یه فریب بود. حالا من مواردی را از جامعه خودم مثال زدم، ولی مختص جامعه ما نیست و هر جایی ممکنه این حوزه نمادین همیشه فریب باشه. اصلش فریب نیست، فریب رو به معنای اخلاقی نگیریم، آره، بلکه به معنای که خود رضا میگه پوشاندن یک نقصان. آره، وقتی که این اتفاق میفته و
برای اینکه بتونن یک نقص یا یک نقصانی رو حالا شاهی به قول مرد بکنن. و مثلا اینکه خانم مادام ترزا شخصا شخص ریاکاری بوده یا نبوده، مثلا آره آره نوع مواجهش، یعنی نوع جامعه با او در واقع مد نظر مواجهه که ایشون میکنه از نظری لکان اونجا به اصالت کارهای افراد، چون امکان داره همون هنر پیشه یا همون کسی هم که همون غرب هم که داره این کار انجام میده جز اخلاق خودش بدونه اینا، میگم نمیتونیم ما سر دست از این که فریبه. من میخوام اینا بگم فریب به معنی اخلاقی نه، به معنای همین چیزی میخوام توضیح بدم، به معنای اینکه موضع سخن جا به جا میشه، جا به جای داله. خب اینه که وقتی من بحثم تا اینجا مسیری که تهی کردم این بود دقیقا آره قطعا، یعنی اگر دقیقا اینجاست که چطور من یه من 12 جلسه برای این کلاس تعریف کردم. من این جلسه که جلسه سوم اون هست با عنوان ناخودآگاه و زبان گفتم. یه جلسه ما داریم به اسم ایستادن در جانب امر منفی. چیزی که ژاک اتهام میکنه، میگه من تلاش کردم همیشه معطوف به امر منفی باشم. میگه وقتی شما کجنگریستن و چیز کنید، از یه زاویه دیگه نگاه کنید به لحاظ مفهومی و تئوری، میتونید اون نقصان اون در واقع شکاف در دیگری رویت بکنید. اینه که شما قادر باشید اون شکاف را ببینید و چه جایگاهی واسید، اون مهمه و اهمیت داره. این یاد داشتی من اخیرا نوشته بودم، نمیدونم دوستان خوندن یا نه، به عنوان گفته بودم که دیگری و اراده معطوف به شرارت. تو یعنی یاد داشتم بحثم این بود که ما فیلسوفان دو نوع شر را در جهان شناسایی کردن، یکی شر اخلاقی است که ناشی از فعل انسانه و یکی هم شر طبیعی. شر طبیعی هم ناشی از طبیعته، مثل سیل، زلزله، حوادث قحطی، حوادث ناگواری است که توی جهان اتفاق میفته. ما دو نوع شر داریم، چیزی که در کلمات فیلسوفان در بابش بحث شده. بعد تو یادداشت بحثم اینه که یه شر سومی هم تو جهان وجود داره، اونم شر الهیه. شری که از خود باور به خدا ناشی میشه. من توضیح مفصلی دادم که مضمون اون شرط و اون شرط از کجا ناشی میشه و اینا کار ها؟ نه اصلا اون نبود کلا. یعنی خود باور به خدا چطور به لحاظ نمادین شر میآفرینه؟ مثل کارکرد قانون داره. من در ادامه اون یاد داشتم، حالا تو کانال میذارم دوستان هست احتمالاً ببینید. توضیحم این بود که شیلینگ یه جمله جالبی داره، میگه خدا جهان را که آفرید برای این آفرید که تجربه ای از فانی بودن داشته باشه. چون از منظر شیلینگ میگه که دوزخ یعنی همون ابدیت، دوزخ هیچ معنای دیگه نداره الا جز همون ابدیت. میگه خدا هم میخواست یه تجربه ای از فانی بودن داشته باشه، این جهان را خلق. من تو اونجا داشتم میگم که اگر ما بخوام یک قرائت رادیکالی از این جمله شیلینگ داشته باشیم، یه چیز دیگه میتونیم بگیم. خدا جهان رو آفرید تا تجربه از جهان بی خدا داشته باشه اتفاقا. خدا هم میخواست بدونه که جهانی بی خدا باشه چگونه جهانی میشه و اتفاقا این جهان رو خلق کرد. به همین جهته که الهاد به معنای خدا ناباوری انسان نیست، الهاد به معنای خدا ناباوری خود خداست. خب خدا باور نداره که وجود داره، این جهان به گونه‌ای تجربه میشه گویا خدایی نیست حتی برای خدا. در میگیم تو مجردی رو تجربه ده. آره اینجا خدا جهان، یعنی جهان رو به گونه‌ای خود بسنده خداوند خلق کرده که اون رو جهان بدون خدا تجربه میکنه. این شکاف در دیگری همون الهاد در درون خداست. این دیدن شکاف در دیگری خیلی مهمه، همون چیزی که شما میفرمایید که چطور ما میتونیم بفهمیم پرده فریبه. من میگم موضع خودتون عوض کن، همیشه جایگاه خودتون عوض کن. وقتی جایگاه خودتون عوض کردی خیلی چیزا، یعنی اون زاویه دید شما خیلی مسائل دیگرگون میکنه. یکی از دوستان من که بحثی همه اخیرا داشت با من میکرد که
درباره نبوت و من بحثی که سروش اینو مطرح کرده، من یه حرفی زدم بود، گفتم که انبیا فرستاده خدا نیستن، بلکه خدا فرستاده انبیاست. انبیا موجودات تصادفی تاریخن، اونا خدا رو در تاریخ کشف کردن و در واقع انبیا فرصت ظهور خودم. وقتی شما این نوع نگرش رو به بحث انبیا داشته باشید، گفتم که تو بحث خاتمیت هیچ مفهوم عمیقی نداره، الا اینکه پیامبر پاشو گذاشت زمین که من آخرین پیامبرم، بعد از من پیامبری نخواهد آمد و هر کی بعد از پیامبر آمد کشته شد. یعنی یه تحکم بود. وقتی پیامبر میدونست که چیزی آورده که بعداً بسیاری در واقع طمع خواهند کرد، بسیاری از اون ابزاری خواهند ساخت، که من آخریشم، در یه تحکم بود. یعنی همه استناد کردن به جمله پیامبر، گفت من آخرینم و هر کس ادعای پیامبری کرد بکشید، با خیال راحت باید بکشیدش. در تاریخ هر کس بعد از اون ادعای پیامبری کرده کشته شده. بدون اساس. ولی خب یه باب خدا شدن هم دوباره باز بود. آره. باب خدا شدن، خدایی. آره. خب به خاطر همینه. ببینید وقتی ابن عربی میگه من خاتم الاولیا، در واقع به اون خاتمیت باور نداره. میگه من خاتم الاولیا. در زمان خودش آره. اینه که ما همیشه حوزه نمادین بگردیم، اون شکاف، اون کسس، اون فروپاشیش، اونجاییست که واقعا حقیقتا مضمون دیگه پیدا میکنه، اونجا رو ببینیم. و این در واقع از کجای روانکاوی لکان بیرون میاد؟ از بحثی که از زبانشناسی داره و من تا بحث رو تا اینجا پیش بردم که جلسه بعد باید ادامه بدم، خیلی به درازا کشید، که لکان زبانشناسی سوسار رو میگیره و به دالها ارجحیت میده و در نسبت با اون نامه رو بوده شده توضیح دادم که چطور دالها اهمیت داره و مدلول خیلی مهم نیست. تا اینجا باشه که دو تا ویژگی که عرض کردم، یعنی سوسار میگه که در دالها نظام همنشینی و جانشینی مهمه و این میاد در یاکوبسن میشه مفهوم استعاره و مجاز مرسل و این مفاهیم را در واقع فروید و لکان میان توی ناخودآگاه در تفسیر و تبیین ناخودآگاه استفاده میکنه، این مفهوم همنشینی جانشینی که من توضیح در واقع جلسه بعدم باشه ان شاء الله اگه اجازه بدید. بس بس میخوایم فایل رو بذاریم تو کانال؟ بذارید.